باغ بابر در دامنه کوه شیر دروازه از جمله بناهای قدیمی و تاریخی شهر کابل است. این باغ که آخرین تفریحگاه و استراحتگاه خان مغول زهیرالدین محمد بابر بود، در سال 1528 میلادی به دستور ایشان ساخته شد. رسم امپراتوران و شهزادگان مغول ساختن استراحتگاه‌های متعدد در دوران زندگی بود و یکی از آنها را به عنوان آخرین استراحتگاه خود انتخاب می‌کردند. جریان ساخت و تکمیل نمودن این باغ توسط پادشاه بعدی جهانگیر و مادرخوانده‌اش رقیه سلطان بیگ ادامه داده شد. به دستور او تمام باغ توسط حصار احاطه شد و ساختمانی نیز بالای قبر پدرش بابرشاه ساخت و مسجدی نیز پایین تر از آرامگاه احداث نمود. این باغ محبوب بابرشاه که به دستور او به سبک پردیس‌های ایرانی ساخته شد، جوی آب در میان باغ با حالت طبقاتی و پله‌ای با آبشارهای متعدد و فواره‌های آب از ویژگی‌های چشمگیر این باغ است. بابرشاه چنان شیفته و علاقه‌مند این باغ بود که وصیت کرد بدن او پس از مرگ در این باغ دفن شود. اگرچه کیلومترها دورتر از این باغ و در قلب خاک هندوستان در شهر آگره درگذشت، اما در نهایت جسد وی به این باغ انتقال و به خاک سپرده شد. باغ بابر قبل از ساخت ساحه‌ای مرتفع با درختان بلند ارغوان با آب و هوای خوش و دلپذیر در کوه پایه‌های غربی کوه شیر دروازه و در کنار دریای کابل بود. در سال 1504 میلادی که بابرشاه از زادگاهش در سمرقند رانده شد و به مناطق شمالی افغانستان روی آورد و پس از مدتی نیز شهر کابل را بدون جنگ فتح کرد و تا آخر عمرش این شهر، شهر دوست داشتنی بابرشاه باقی ماند. بابرشاه که مؤسس سلسله گورگانی هند بود تا سال 1530 حکومت کرد. باغ‌های زیبای شهر کابل مانند باغ استالف، باغ پغمان، باغ شهرآرا، باغ وفا و باغ بابر در کابل در زمان حکومت او ساخته شد.